به شم هشم نعصه به نسلی اخترا سیوالانو موشه مراشا قهیلت یعقوب بزرت هشم اتبارخ. رسیدیم به صفحه 222 در مورد منهج کپاروت، در مورد کپارا کردن میخونیم. خب بخوابت خواهم یوسف، بخوابت ادامه بدیم. شماره واو شماره واو متال لسبب ترنگونیم شد اکپور به عوی اشم از روشا شد اشتون میدا، یعنی مجازه که لسبب یعنی اصلافا بچرخونه لسبب یعنی بچرخاند بگرداند. بچه خونه ترنگولت رو اون مرخروس مال کپارا رو در هوا اشه مر روشا شدیشتو نیدا، یعنی روی سر زن نیدا بلوم و بگه ایز خنا شد اکپارا، یعنی اون مال یعنی التماس کپارا رو، یعنی اون متنی که هست تخینا یعنی التماس، و بگوید اون تخینای کپارا این التماسی میکنه از کپاراته خلیفاته زود خلیفاته زود تموراته زود کپاراته، و نمیترسیم اصلا که تماس پیدا کنه باش. خب بزنه نیداش که نمیتونه دست بزنه، بالای سرش در هوا این مرغ رو میگردونه و این متنی که باید میخونه زود خلیفاته و ادامش. شماره زنگ بفرمایید. شماره زنگ یه شایی مثلا که دست دارن کلیس ما خیره هم تکی میدن دستشون رو به اثر پرنده دو گیم سمیخواب به گربان ها، یعنی شبیه اون چسبانده رو تکی دادن در گربانی کردن و این اولون و آن اولون آگو به سمیخواب، ولی ما رست نداریم به این تکی دادن بشه به التحصه عدیف و بشه انجام نده بهتره. بله بعضی رست دست میذارن مثل سمیخوایی تو قربانی که میکردن دست میذارن رو سره پرنده نظیر سمیخای قربانی ها، میگه ما لست نداریم نکنه بهتر. خب شماره خط شماره خط یش لیادان باعثه که انسان فکر بکنه به تشوه در زمانی که انجام میده کپارا و یخشو و فکر بکنه در قلبش شکل هنه اصه، یعنی که هر چیزی که انجام میشه با پرنده شبیه چارمیدوت به دینه آیا را اول اصول بود که اون شایسته بوده که انجام بدن با او، زیرا به اش اشخه در زمانی که اون شخه میگره سیمانیم علامت ها رو به سوار و در گردن اون شبیه خناقه، یعنی خفه شدن شبیه خناقه یعنی خفه شدن. اخش شخه تو او دو گمت و موقعی که شخیطا میکنن اون شبیه آره یعنی هرگ یعنی کشته شدن. بله هرگ بله اخش مشکلی خوب و موقعی که میندازه بله میاندازه دورا یا پرتاب میکنه میاندازه دورا به زمین شبیه سقیلاه. و موقعی که مخرخین یعنی اون رو کزش میدن. ببینید قبلا امروزه دیگه پوست مرغ رو میکنن کاملا، ولی در گذشته پر میکندن. بعد از اینکه پرش میکندن پرهای ریز به مرغ به پوست مرغ میموند، بعد اون رو یک کمی رو آتیش میگرفتن رو شعله گاز یکم بالا که این پرهای ریز سوخته بشه، و میگه حالا که به کشن مخارخین اون هفهبین اوتو باش و موقعی که کز میدن و حرارت میدن اون رو در آتش که این پرهای ریزش کنده بشه شبیه سرفایه. بفرمایید.
نه یه خطش موند و یه خطش موند ازم و توسط که اون بر میگرده به تشووا هشه میتبارخ میبخشتش و جان او به شلال یعنی تاراج غنیمت جانش میشه به غنیمت یعنی جانش آزاد میشه. پس اینجا یه لغت دیگه هم که بنده خواستم خدمت شما بگم سیمانیم درست گفتید شما میشه نشانه ها علامت ها ولی تو پرنده سیمانیم یعنی نای و مری نای که باهاش از طریقش غذا میخوره و نای که تنفس میکنه و مری که غذا میخوره وقتی میخوان شیطا کنن گردن مرغو میگیرن و فشار میدن تا اینکه بتونن نای و مری رو ثابت نگه دارن که کارت بذارن و شیطا کنن و میگه وقتی این نای و مری رو نایش رو فشار میده و میگیرتش مثل اینکه خفش کرده و چهار تا حکم دادگاه سقیلاس رفا ارگ و خنق در موردش اجرا شده. پس وقتی کپارا میکنن فلسفهش اینه که انسان بیسته نگاه کنه و بگه این بلاها باید دو سر من میومد ولی چون تشوبا کردم خدا به من تخفیف داده و این باعث بشه دلش بشکنه و برگرده به تشوبا و خداوند هم ببخشدش. بفرمایید شماره تت. سریخ لدق دق لازمه که بررسی بکنه موقعی که میخره ترنگولیم رو یا خروس رو برای کپارا اون معشه مطان و قرار میده اون رو یعنی در خونهش به بعد یوم او یومم یک روز یا چند روز چه به خود بهم که در هر دفعه که دیفنش یعنی که میشنه جلوش خود یعنی بخور یعنی قضا بده به اون لیفنه هم بخور قبل از اینکه خودش بخوره به خیلوک بازه و فرق نیست در این بین به ما به افتوریم بین که بین پرنده و بین ایوان و پرنده تاهر لبن تمه این و چه تامه باشه بداخل منابراین همه گذر به تو کلب اون که بزرگ میکنه در خونه سک برای نیاز شمیرا اون نگهبانه و محافظت و امثاله اون سخت بگیره که بخونونه به اون دیفنه اخیلات و اوگا یعنی قبل از اینکه خودش بخوره شکم به خیات میاد این که همچنین در ایون تامه هم قانون این چنین. بله ببینید اینجا اول لدقدق یعنی دقت کنند لدقدق یعنی دقت کنند ترنگولیم هم که جمع ترنگله یعنی خروس ها به ترنگولوت جمع ترنگولته یعنی مرغ که میشه مرغ ها لغت اومشهیم یعنی نگه میداره شیا یکی از نکاتی که تو شیطا باید دقت کرد یکی کاردو وقتی دارن میبرن میارن نگه ندارن مکس نکنه بعد دوباره بره و بیاد یعنی که برداره دوباره بذاره یعنی نگه میدارن تو خونشون یه روز یا دو روز یوم و یومی میگه به خود پهم هر دفعه قبل از اینکه بشینه خوراک بخوره قرار بده به جلوشون خوراک قبل از اینکه یعنی هلاخاست که قبل از اینکه ما بخوایم خودمون غذا بخوریم اول باید به حیوانمون غذا بدیم. حالا حیوان ما میتونه پرنده باشه چیزی که تو خونمونه میتونه گاو و بره و مرغ باشه میتونه قناری باشه میتونه حیوان حلال گوش باشه میتونه حرام گوش باشه چه گاومون چه سگمون چه اسبمون چه الاغمون. پس تمام حیواناتی که مال ماست تو خونه ماست یعنی مال ماست باید ما قبل که خودمون غذا بخوریم به اینا غذا بدیم. حالا این مرغایی که خریدی برای کفاره دو سه روز دو روز قبلش قبل از جمعه روششان جمعه کیپور تو باید بهش غذا بدی قبل از اینکه خودت غذا بخوری مثلا ماهیت مثلا. به هر حال این مسئولیت بر عهده صاحب اون حیوان یا پرنده چه حلال گوشت چه حرام گوشته که قبل از اینکه خودش بخوره بهش غذا بده. سگ هم همینطور مثلا سگ داره برای محافظت نگه داشته تو خونهش شاید که مزاحم دیگران نباشه دیگران نترسن مثلا شهرهای مرزی میگه اول باید به غذا بدی قبل از که خودت بخوای غذا بخوری.
بفرمایید. شماره یود. خب قدوشه ها وزید به مارسی که برادر باشه شخیطا نکنه، بلکه نزد شخیط ممخه، یعنی شخیطی که ممخن و بارده و تحت از خدا داره ازایی و برادر باشه خوب به بررسی کردن کار که دین چون قانون وزه افیلو به شعار یه مدر شما و این حتی در سایر ایام سال مثل البته دشت بله اروی و کپوریم در شب آدینه روز کپور شه از سپی پور ربا، یعنی که لحظش سفی فوت یعنی فشردگی، یعنی که همه میخوان شب جمعه کیپور شیطا کنن. خب الان این شوخته خیلی مرغ جلوشه که شیطا کنه و مردم هم عجله دارن، خستن، شب میخوان برن و این بار سنگینیه. میگه بسیار باید مواظب باشه این شوخته که مواظب باشه هم کارتش رو بدیقا کنه طبق علاقه، هم خوب مرغا رو به دیگاه کنه که پاش در رفتگی نداشته باشه یا ایرادی دیگه ای نداشته باشه. میگه همیشه باید شوختمون یه شوخت وارد و خوبی باشه. صد البته شب جمعه روش کیپور که فشردگی بیشتر. بفرمایید. او که اما میگوره آخرونی میرو الکاخ، یعنی و چندی از بزرگای آخرونی ایرو ارکاخ، یعنی برانگیختم شدن برای این تذکر دادن. تذکر دادن بر این. بله شه بیگلل شه بخونید شه بیگلل بوی که به خاطر کسرت شخیتا نزد شیطا کنندگان پرندگان در شب جمعه کیپور و به خاطر ربیم که جماعت نیت خواهیم تحت فشار هستن، اون صفافیم و شرج فشرده است نزدشون، یعنی تو هم هستن مصفافیم، یعنی به هم تحت فشرده هستن، تو هم هستن نزدشون که شیطا کنن کپاروت زیاد میشه، تقالوت اون شکست ها و اون لغزش ها، تقالوت و میخشلوت به شخیتت ها افت در شیطا کردن اون پرنده ها و پیامیم ربوت و دفعات زیادی شبا و آربانیم که میان ربانیم بررسی کنن کاردا برای شخطیم به نیمسه و پگومیم پیدا میکنن که اینا پگام دارن، عیب دارن، یعنی فرو رفتگی داره میزنه این لبه این به اصطلاح کار پگومیم، یعنی پاگوم معیوبه و بعضی موقع نیتاره بو مخروط میشن پرندگانی که نولا شدن با پرندگانی که کاشر هستن، بگم شو خطیم ربیم و همچنین شیطا کنندگان زیادی باقی میمونن بیدار تا ساعت دیر وقت شب که دل اسپیک خاطی که فرصت پیدا کنن که شیطا کنن تمام کپاروت و از کسرت یگی آتام، یگی آتام یعنی خستگیشون و عیف اوتام و رنج کشیدنشون از کار شخیتا، دوتاش مترادف، از کسرت رنجشون و خستگیشون از کار شخیتا انعسیت که انجام میشه به صورت رسیفوت، یعنی پی در پی پشت سر هم به خیپازون با عجله، یه دهم که بی دو دستشون سنگین میشه از این که بخوان بررسی کنن کارد رو، به اینا مرگیشیم، یعنی احساس نمی کنن در پیغام کارد که اشعر انیسایون هورا، همونطوری که آزمایش یعنی تجربه هورا یعنی تعلیم میده نشون میده. پس تا اینجا چی گفت؟ تعداد زیادن، مرغا زیادن، مردم خستن، شوخت هم خسته است، دستش هم که میخواد مرغ رو بگیره خسته میشه، دستش سنگین میشه، خوب نمیتونه بدقا کنه، خاطر کسرت جماعت ممکنه مرغ نبلا و حلال با هم قاطی بشه، نمیتونه خوب بدقا کنه و اومخیلیم نبلوت لیسرائیل، نبلا میدن به اسرائیل در جمعه روز مقدس. بنابراین فتوا دادن چندین از بزرگان ربوتن و آخرونیم که جلو بندازن شخیطای پرندگان را قبل از جمعه کیپور به خاطر اینکه کم کنن لمعت، کم کنن اون فشار زیادی که
قرار داره نزد شیطان کنندگان پرندگان و توسط این امکان این داره که اونا بررسی کنند کارد رو با جدیت. بله، وقتی که یه روز قبل، مثلا روز قبل از جمعه موعد یا تا قبل ترش میان شیطان میکنن، دیگه دستشون بازه، شلوغ هم نیست، خسته هم نیستن، خوبم به دقا میکنن کارد، خوبم مرغا به دقا میکنن با جدیت. لیبدوغ تسکین به خوب درشت با جدیت و به خیلی نشخیتا، شیطان با متانت و آرامش فکر انجام میشه. ایشوب دهت کاراوی، شایسته برای کار این کار شامعی. پس گفتن که به جای شب، شب جمعه کیپور زودتر، روز قبلش یا دو روز قبلش انجام بدن، هیچ مسئله نیست. و وظیفه مقدس بر ربانی، اونایی که نگه میدارن پاس قدش به خلاتار به آتار، قدیش هم داریم، در هر مکان و مکان، ارمیه لشگیخ، که نظارت کنند با چشم باز بینا بر اون شوختیم در زمان شیطان کپاروت در اثر دمت شووا، و دو کنند لغزش ها رو تا اونجایی که امکان داره. خب یودالف بفرمایید. من تو چرا خوبه که همیشه یه شنه شخطیم بگه خدنه که باشن دوتا شخط با هم دیگه، زیرا خوبه که اشانیم این آخ خدنه دوتا اشنهیم دوتا اشنهیم این آخ خدنه دوتا از زکی ایش ادره او فردی ادره او یاد رو، یعنی به دوستش کمک بکنه و اولاخی و برادرش یومر خازا، یعنی بگه خازا کنشن قوی باش. بله، اینا به هم کمک میکنن، این خستش میشه، او کمک میکنه، این کار دستش سنگینه، او کارش به دقا میکنه، به هم دیگر رو قوی میکنن، تحکیم میکنن، به هم کمک میکنن. دوتا باشن خیلی خیلی بهتره. تو باشه نه مینای خواهد، همیشه دو نفر بهتر از یه نفره. یودبت نگیم مثل که شخطیم بله که شخیطا میکنم، نشون میدم کارشون رو به راه شر بین کسال آسور. کسا لقب روششان است، چون که ما کسا یعنی پوشیده، یعنی ما نمیاییم روش خودش تیشری رو اعلام کنیم که ساتان رو بر نینگیزیم بیاد بدی بگه، بدگویی کنه. پس روش خودش دیگه ماهای دیگر رو اعلام میکنن شبات قبلش، ولی روش خودش تیشری رو اعلام نمیکنن. پس بین کسال آسور یعنی بین روششنا به آسور یعنی دهم تیشری یعنی کیپور، یعنی شوختیم بیان قبل از کیپور، چند روز قبل از کیپور کاردشون رو به راوشر نشون بدن که مطمئن بشن که کارده ایرادی نداره، حسشون خوبه. بفهمید؟ و میستن به امتحان در جلوبش، در جلوب راو، شوختیم کاردشون رو به راو در بین روششنا تا کیپور نشون بدن، اینجور رسمه. بفرمایید. به خواه قروشا و وظیفه مقدس بربانی کافه به خود اضافه تا، یعنی در وقت زمانی که بررسی بکنن با چشم بیدار و باز بر اون شوختیم، بر اونه که شکل میکنن در شب آدینه روز کیپور و اولت سیر هم میخشادو از که همه شبشا و دو بکنن اون لغزش ها تا چیزی که تا جایی که امکان داره او خرشه و موقعی که عزیز ایارا خسران، یعنی نه آخام یوسف، موقعی که ایغره خسرون هرگاشا به پگیمت سکین، و موقعی که اتفاق میفته کمبود احسان احساس، خیسارون کسری، کمبود احساس در پگام کار، یعنی آقای شوخت نمیتونه حس کنه کاردی که ایراد داره، پگام داره، یش له عویر بایستی که رد کنن، مردود کنن شوخت رو. موقعی که نیکاریم و دواریم مشخص اون مطلب، شایتا رشلانوت که بوده سستی از طرف او و امثال این. دقیق می فرمایید؟ وقتی که می بینن این شوخته کوتاهی میکنه، بیهمیتی میکنه، سستی میکنه، نمیتونه خوب بدیغا کنه، استش خوب نیست، به جایی که بررسی کنه باید چی کار کنه، واقعا باید فکر کنه برای حسش،
بی تفاوته بی اهمیته، بعد ردش کنن بره دیگه، شیطان نکن تو دیگه. بفرمایید شماره 13. اگه این باسی که رفتار بکنن که بدن اون پرنده گبارو رو به انیم و یاد نخون و سعی تره که بدن به اونا دمه گباره اون پول گبارو رو به خاطری کشی رو یاواش که خجالت نکشن اون آنیم به یخشو و فکر بکنه که نیوزه او بینه به آنی انوته، یعنی زیرا اون بله. و فکر میکنه اون فقیره، فکر میکنه زیرا خار شدن در نظر آن دهنده که بعد از اینکه انداخته گناهش بر این پرنده دادن به او. چی میگه؟ میگه بعضی ها رسم دارن این مرغی که شیطان کردن به عنوان کفارا میدن به فقرا. کار بهترینه که مرغه رو ندن، پولش رو بدن، به خاطر که فقیره خجالت نکشه و فکر میکنه گناهشون انداختن سر این مرغه، بعد مرغه هم دادم من بخورم، بعدش میاد سبک میشه، پیش خودش احساس خفت میکنه. پس این کارو نکن، زمینه که خب جا هم نداری همه مرغه رو کجا بذاره. پس بنابراین کنه میشه، بد میشه، خراب میشه. پس چه بهتر که پولش بده بهش به جای این مرغ. میخواد شیطان کنه، شیطان میکنه. حالا دوست داره شیطان کنه، شیطان میکنه، ولی پولش رو میده به، نیتش اینه که این مرغه رو خودش بخوره، پولش میده به فقرا. بفرمایید. صرف یو داره. ادامه بدید. دو دالت. اگر بعد از بخوابت یو دالت این لاخر شخیتت ها اوف نیمسا تلفا، اگه بعد از اینکه پرنده رو شیطان کردن تلفا در اومد، این تاریخ کپارا آخرت، احتیاج به کپارای دیگه ای نداره. اول این نیت نبل بیش از شخیتا، برای اگه نبلا شد در زمان شخیتا خوبه که بگیره ترنگل خروسی رو برای کپارای دیگری. چی گفتیم؟ ببینید اصلا نبلا با ترفا چه فرقی میکنه؟ دقت بفرمایید. ما نبلا داریم، ما ترفا داریم. نبلا یعنی به وسیله شخت انجام میگیره، یعنی کاردش خرابه یا بد شخیتا میکنه و این معلومه که شخته که باید بیشتر دقت کنه. کارده باید خوب باشه، باید بلد باشه چه جور شخیتا کنه. ولی وقتی که شکم گاوه، شکم مرغه، تو شکمش مشکلاتی وجود داره که طبق علاقات تارفه، این بهش میگن ترفا. پس اگر که توسط شخت انجام میگیره اشکالاتی، کارده خرابه یا اینکه شیطاش خوب نیست، این میشه نبلا. اگر تو شکمش مشکل پیدا میکنه میشه ترفا. حالا اینجا میفرماید که اگر یه مرغی شیطان کردن به عنوان کپارا، ترفا شد، تقصیر کسی نیست که دیگه نمیخواد یکی دیگه بیاره. ولی اگر نبلا شد یکی دیگه بهتره، بهتره یکی دیگه بیاره. بله شماره تتوا. هستید آقام یوسف؟ صداتون نداریم. شماره تتوا. بفرمایید. من شیش نوعیم شبه با آم ایسه از شخه چیزی که رسم که موقعی که میان نزد شخه او خرزیم آفود به ده میگیرن اون پرنده رو با دستشون به قرب دیرواز ماکوم از شخیتا، یعنی در اون نزدیک مکان شخیتا، به خاطر اینکه فورا بعد از اینکه خاتمه داد شخیتا اتملخ در شخیتا اون کار شخیتا با پرنده شر الکوه امید کپه شنیم سال یادو یعنی چند. بله یه بار دیگه میخونیمش. میگه که آنچه رسم دارن که شبه وام اصل از شخت، موقعی که میان
نزد شخت میگیرن پرنده ها رو تو دستشون نزدیک مکان شخیتا، به خاطر که فوراً بعد از که خاتمه داد شخت کار شخیتا رو در پرنده های اون خریداری که مورد کپارا قرار میگیره که یاف میشه در کنارش نزدیک بشه فوراً به شخت، به خاطر که شروع کنه در شیطای پرنده او، یه کار خوبی نمی کنن اینا. بجز این که از در این به خاطر رنج به الخیم، یعنی رنج اون جاندار، گمیش خشاش لدین سامقا آره آ بیده آدم، یعنی به اصطلاح چروکیده بشه اون ریه شش اون پرنده به دست آدم، کل ششوختیم اف اخر لعناب، موقعی که شیطان میکنن پرنده دیگری رو مقابل چشمش، یعنی جلو چشم این پرنده یه پرنده دیگری رو شیطان نکنن، این خوب نیست، این کار خوبی نیست. و لاخین یعصو اکل به خخما، بلکه انجام بدن همه چیز رو با حکمت که نبیند پرنده در شیطان یه پرنده دیگری. یعنی این خوب نیست که یه پرنده یا حتی گاو ببینه اون شیطای پرنده دیگری، چون اینا میفهمن، ما فکر نکنیم که اینا متوجه نمیشن، اینا متوجه میشن. ببینید من سمق رو ببینم اینجا، ببینیم چیز بهتری. بعد خشکانیده چروکیده میشه، خشک میشه، خشک میشه ریش، چروکیده شدن، خشک شدن. ببینید اینجا پس چی گفت. ببینید اینا تو صف وایستادن، جماعت تو صف وایستادن، پرنده ها دستشونه میخوان بدن دست شخت که شیطا کنه، و این پرنده که دستشه میخواد فوری بده به شخت که برای شیطا کنه. شخت هم داره پرنده قبلی شیطا میکنه، مال نفر قبل، نفری که جلوتر هست، و این پرنده میبینه که یه پرنده دیگه داره شیطا میشه، همینطور هم دستشه معذبه این پرنده، داره رنج میکشه. پس به جزی که این پرنده هم تو دستشه داره رنج میکشه، بذارتش پایین، بذارتش تو سبده، یه چی بندازه روش که مرغه رو مرغه نبینه، هم مرغه رنجیده نشه هم نبینه، یه پارچه بندازن رو سبده که مرغه نبینه که مرغ دیگری دارن شیطان میکنن، و این باعث میشه که ریش یه مقدار چروکیده بشه. متوجه شده چی گفتیم؟ کسی سوالی نداره؟ مفهوم بود؟ جلو به چشم این پرنده یه پرنده دیگه شیطا نکنن. بفرمایید. شماره تت زنگ. تت زنگ. متعال خازه آخر میسفر کشتوی ادام شیلا او مولاده که میسفر که باید بعد از میسفر پوشوندن خون پرنده و براخا بگه اون این عشق خودشانو به میسفر و به سیوانو الکیسوی حدام به آفار به خنمینای برسه و همچنین رسمی در ارسای به این بر آفود، و اگر اون صاحب پرنده اون خدا ترسه اون میسواتا خافس میپول و اون میسوا خافس مو، یعنی براش میل داره زیاد به اون، میتونه که اشو خیلی خبت اوتو، یعنی که اون شاخه سخت بگه اون رو به میسوات کسوی ادام، یعنی با میسوای پوشوندن خون شیخیسه ادام بیشلی خودتو، یعنی که بپوشونه خون رو با فستن بیشلی خون. نه ببینید اینجا میگه که الان این سطر اول صفحه 224 میخونیم، به این بلها و فوت و اگر صاحب اون پرنده ها یاره اشم خدا ترسه و به میسوهاش مایله یا خل هش شخت، میتونه اون شخت اون کسی که شخیتا میکنه لخبه دوتو احترام بگذاره به او در مصفت کیسوی ادام شیخسته ادام به شلیخوتو که بپوشونه خون رو با به وسیله نمایندگیش، یعنی تو نماینده من، تو وکیل من، صاحب پرنده تو وکیل من، تو خون رو بپوشون. خب ببینید اینجا تا اینجاش توضیح بدیم.
ببینید ما موظفیم که خون پرنده و خیا یعنی آهو، گوزن رو بپوشونیم. خون پرنده و خیا، آهو و گوزن و امثال اون بزکوی. حالا اینجا مرغ شیطا کردن. خب هر مرغی هم کیسویدام داره، ولی خب وقتی یه جا شیطا میکنن اینجا به اصطلاح یه کیسوی میگن برای همش، یعنی وقتی خوناش رو یه جا میریزن دیگه برای همش یه براخا میگن. حالا آقای شوخت وقتی میبینه صاحب مرغ یا آدم به خدا ترسی دنبال میسواست، میتونه انتخابو داشته باشه، بگه آقای صاحب مرغ بفرمایید برخای کیسوی بگید به نمایندگی من، یه مدل خاک نر میگیره و میریزه روی این برخا، میگه شقی چون بارو خطشه ولکن و ملخابلا مشرقی دشان مستاد اسمان و کیسوی حدام به آفا، این خاک نرمه هم دستشه میریزه رو خونا. توجه میفرمایید؟ میتونه بده به دست صاحب مرغ که این کارو بکنه. دقت فرمودید؟ بفرمایید و ایقخ آفار به یادو بگیرد خاک با دستش. شما خان لکاه یعنی که آماده کرده بوده برای هیت برای باره اخ بگرشه دوشان و حساب سیبانو اکی سوی آدم به آفا بر اون پوشونه خون با خواهی به خسته آدم به خسته آدم به آفا بر بپوشونه اون خون رو با خواهی و بخواد میلتا تو به اون برست مسته خون اول رف خواد میلتا و به خاطر وسعت کلام راحتی کلام خوبه که به عالیم یمرو لشوخت، خوبه که صاحبا بگن به شوخت که شیطا کنه پرنده رو به نمایندگیش و در نتیجه شمع خسه اتام اون کسی که داره خون رو میپوشونه همچنین شریک در شخیطای پرنده. اینجا چی گفتیم؟ دقت بفرمایید. ببینید اینجا میگه که اگر شوخت میخواد میتونه و این صاحب پرنده آدم خوب و صدیقیه بگه شما براخا بگید به نمایندگی من. خب یه مدار خاک دست میگیره آقای شوخت، آقای صاحب پرنده و میریز براخا میگه و میریزه روی خاک، میسوای تو را انجام میده. یه پیشنهاد دیگه هم حلاخا به ما میده، میگه که این صاحب مرغ میتونه خوبه که به شوخت بگه آقای شوخت شما شیطا کنید پرنده رو به نمایندگی من و در نتیجه اینکه برخای کیسوی میگه تو شیطا هم شریکه. دقت میکنید؟ هم تو کیسوی داره میسوا میکنه هم تو شیطا شریکه، چون گفته تو نماینده من باش. بفرمایید شماره یودزنگ میوزنگ به مقام شهش چخت رو سلیش خود افاد اگر پر در جایی که اون چخت میخواد که شخیطا بکنه پرنده کپارا رو لازم که داماده بکنه خاک تیخو شراوی لخیصو ادام، یعنی خاک نه تیخو، بله تیخو اخ خاک نر، بله که شایسته باشه که بپوشونن خون رو به قرقه بزنه یه بگه اومد به پیت و بگه با دهانش آفارزه یه ریخی سوی ادام شد و فردن این خاک باشه برای پوشوندن خون پرنده اخده تا به خوله، یعنی به همونطوری که نمیشونه گفته شده در خوله بله اومده دهی تا، یعنی اومده در گمارای خونه دا پیگیمه لمود بت همونطور که اومده. پس باید هم زیرش خاک نرم باشه، زیره خونه که میخواد بریزه خاک نرم میریزه هم روش. پس میگه یه مقدار خاک آقای شوخت از قبل آماده کنه که بریزه روی یا خودش یا اون صاحب پرنده به وکالت من، تو بریز روش و بگه این خونه برای کیسویدام پرنده هست همونطور که در مسخت خولین اومده. ادامه بدی. شوخه و اون شوخه لازمی که قرار بده خاک رو هم زیر و هم روی اون پرندش نمرد که گفته شده به خیسو آفا و بپوشاند آن را با خاک. به خیساو آفار نگفته، به آفار گفته.
الا به آفال ملمد، یعنی دو تا خاک، یعنی میگه به خیسا و آفال بپوشاند اونا، اونا خاک. چرا گفته به آفار با بت داره؟ بت آفار دو نمره لا به آفار ملمه شتاریخ دیتن آفار لمتا و آفار لملا. از اینکه گفته به آفار میخواد بگه هم خاک زیرش باشه هم خاک روش باشه، یعنی پوشیده شدن چه از زیر چه از رو با خاک باشه. همطور پسار داده تور شورخانا رو. پس لغت به آفار یاد میگیریم که هم خاک زیرش هم خاک روش. دقت فرمودید؟ شماره یودخت بخت ابر خواب و کسوی ادام سریخم ریاد اخش اشاخیر ابدا اسکیم بمیتانو، یعنی که اون برا خواب و پوشندن خون لازمه که باشه بعد اینکه شاخیر برسه و کنه کار رو به متانوت، یعنی با اون متینوت متانت متینوت مثل خودش متانت و یوخخ و ثابت شد که اون شیطا بوده کاشر، یعنی قبل از اینکه بخواد کیسوی دام بگه یا خودش یا هر کسی دیگه، باید آقای شوخت ببینه کاردش خوبه یا نه. اگر کاردش خراب باشه، پیغام داشته باشه، پس به احتمال زیاد با کارد خراب شیطا کرده و اینجا نبلا کیسوی نداره. دقت می‌فرمایید؟ پس باید اول ثابت بشه که این مرغ کاشر شیطا شده. پس اول کاردو به دیگاه میکنه با متانت، اگر دید کاردش خوبه خب بعدش دیگه و ثابت شد که شیطا کاشره، اون وقت برخای کیسوی میگن. دقت فهمودی چی گفتیم؟ پس اگر این مرغی نبلا شد کیسوی دام نداره. خب اگه اجازه بدید ما این قسمتی که الان میخواییم بخونیم رو یه ضبط دیگه بذاریمش.